منابع محلی در استان غزنه افغانستان میگویند گروه طالبان شورای علمای دینی در این استان را تشکیل داده اما هیچ یک از علمای شیعه در آن حضور ندارد این شورا که همه اعضای آن از اهل تسنن هستند زیر نظر مستقیم رهبر گروه طالبان فعالیت دارد شماری از شهروندان غزنه و آلمان شیعه افغانستان ضمن انتقاد از این روند این اقدام رهبر طالبان را بی عدالتی آشکار و نادیده گرفتن نیمی از جمعیت این ولایت توصیف می کنند. این در حالی است که استان غزنه افغانستان به دلیل داشتن اقوام و مذاهب مختلف اما از شیعه و سنی بیشتر به نام افغانستان کوچک شناخته می شود. تعداد زیادی از شهروندان استان غزنه افغانستان را شیعیان تشکیل می دهند. گروه طالبان همانطوری که در برقراری ارتباط با کشورهای جهان و رعایت قوانین بین‌المللی ناکام بوده در بعد داخلی نیز با اقشار، اقوام و مذاهب مختلف در ستیز قرار داشته است این گروه از زمان تسلط دوباره بر افغانستان مذهب جعفری را که میلیونها پیرو در کشور دارد از صحنه سیاسی و اجتماعی حذف کرده و با تلاشهای فراوان شورای علما و بزرگان شیعه حاضر نشده این مذهب را به رسمیت بشناسند در این مدت صدها تن از شیعیان افغانستان به بحانه های مختلف از سوی گروه طالبان بازداشت شکنجه و از مناطقشان کوچه اجباری داده شدند. نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر نیز بارها از تداوم ظلم و فشار بالای شیعیان و هزارهای افغانستان ابراز نگرانی کردند.